بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی خب در رابطه نشانه های آخر و زمان قبلا ویدیوهایی ساختیم که الحمدلله پربازدید بوده و مخاطب رو جذب برنامه کرده اما بعد از شروع طوفان الاقصا و در گرفتن جنگ بین اسقاطیل و قزه قول داده بودیم که از کتاب امام زمان ما مطالبی رو پیرامون این مسئله داشته باشیم بریم سراغ بحث زیاد وقت رو تلف نکنیم که نمیخوام زیاد طولانی بشه وقوع نزاع ها و درگیری های بسیار دیگر نشانه آخر و زمان در عصر قبل از ظهور و در آستانه آن رویداد عظیم تاریخی خواهد بود گروه ها و احزاب به جان هم خواهند افتاد چنانچه قرآن به آن اشاره فرموده است آیه 37 سوره مریم منظوره عجیب آنکه امتهای اسلامی نیز درگیر این نزاع‌ها خواهند شد نزاعی که طرح و برنامه آن توسط استکبار و سهیونیزم پیریزی شده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود بر امت من بلایی نازل می شود که بلایی سختتر از آن شنیده نشده است زمین با این همه وسعت بر آنها تنگ می شود با توجه به این حدیث میشه استنباط کرد که کشتار بین امت اسلامی تا رستاخیز ادامه خواهد داشت در آیه دو سوره هشت پیامبر صلی الله علیه و آله اولین بار یهودیان رو پراکنده میکنه اما اونها دوباره در فلسطین گرده هم میان و رژیم جعلی اسقاطیل رو تشکیل میدن و به اختلاف افکنی بین امتهای اسلامی همت میگمارند جنگ میان مصر و یمن، ایران و عراق و امروز تجاوزات به عراق، سوریه، لبنان و یمن دستاوردی از این خودعه ها و نیرنگ های پلید است. البته توجه داشته باشید که بنده این کتاب رو حدود ده سال پیش نوشتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و در حدیثی می‌فرماید در آخر زمان قومی پدید می‌آید که خاک این سرزمین را از خون رنگین سازند و شکم مادران را چون مرغ بشکافند چنین قومی هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهند کرد تو روایات به چهار فتنه اشاره شده که ظاهرا فتنه اسقاطیل فتنه سوم و امکان داره فتنه چهارم فتنه داعش باشه که پیامبر در مورد فتنه چهارم میفرماید امت یک روز با این و یک روز با آن میباشد و هیچ رهبر و نقطه مشترکی نداشته باشند کنایه از اینکه که امت اسلامی رهبر و پیشوایی نداره که وحدت رو بین اونها برقرار کنه و هر کشوری با یک ابرقدرت ساخته و پرداخته و منابع ثروت خود را در اختیار آن قرار میدهد مثل عربستان که در جنگ با یمن هر چی نفت میفروخت میداد به آمریکایی ها و به جاش سلاح گرفت گاو شیرده شده بود در توقی امام به شیخ مفید رحمت الله علیه نیز آمده است که گروهی منحرف از اسلام بر عراق تسلط مییابند منظور میتونه همین داعش باشه یا فرقه های انحرافی که خودتون میدونید در عراق وجود داره به هر حال اگر منظور از فتنه چهارم همان فتنه داعش باشد طبق نقل برخی روایات 18 سال به طول خواهد انجامید هرچند کشورهای اسلامی مورد تجاوز و حمله ادهی مسلمان نما قرار گرفته اما به نظر دشمن نقشه شومی که در آن به دنبال کاهش جمعیت شیعیان است را با جدیت دنبال می کند و در این طرح شیعه را نشانه رفته است خب همین الان شما نگاه بندازید به میزان زاد و ولدی که در کشور ما هست یک فاجعه است تا چند سال آینده ایران ما با یک جمعیت سال خورده مواجه خواهد شد اگر با همین روند بخوایم بریم جلو در بین حیوانات حیوانی رامتر از گوسفند نیست گوسفند مفید ضرر رام و بی تکلف است اما ستمگران آنها را در جامعه به هیچ میگیرند. در هر مراسمی مثل جشن، سرور، عزا و یا سلوک آنها را سر میبرند. برند. کاری که همینک جباران زمان در مورد شیعیان مرتکب می شوند. اینجاست که به مفهوم حدیث نبوی پی می بریم که فرمود زمانی خواهد آمد که مؤمن در آن زمان از گوسفند زبونتر خواهد بود. خب شما نگاه بکنید اقدامات تروریستی که امثال عبدالملک ریگی انجام دادن در سربریدن شیعیان یا اتفاقات که توی افغانستان داره میفته توی عراق توی سوریه توی لبنان خب این جنایت ها علیه شیعه واقعا زبون کردن مؤمنین نیست در این بین و در میان کشورهای اسلامی عربستان نقش مباشر و مشاور یهود را داشته و به نوعی برنامه گردان اصلی ایشان است امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف کتاب به ابراهیم ابن محسیار فرمود هنگامی که میان شما و راه مکه مانع شوند شاید بشه برخی احادیث رو به برخی حوادث انتباق داد اما قطعی نیست این یکی از هشدارهایی که من توی کتاب دادم خصوصا در بحث آخر و زمان چون ممکنه تو آینده مشابه همون اتفاق هم رخ بده مثلا میایم تطبیق میکنیم فلانی سید خراسانیست یا فلانی است یا فلانی است. خب این اتفاق نمیفته مثلا اون بنده خدا از دنیا میره این اتفاق محقق نمیشه مردم نسبت به چی بدبین میشن نسبت به ظهور بعد نسبت به چی بدبین میشن نسبت به امام زمان برای همینه که تطبیق دادن اصلا درست نیست بله روایات رو میخونیم نقل میکنیم بررسی میکنیم اما گوشه ذهنمون داشته باشیم که تطبیق ندیم برای مثال در حدیثی به فاجعه بزرگ منا اشاره شده که اخیرا شاهد آن بودیم نمیدونم سال 94 بود 95 بود اون حادثه که تو منا اتفاق افتاد اما به صورت قطعی نمیتوان گفت منظور روایت همین حادثه اخیر بوده است یا مثلا توی روایت دیگه ای به خونین شدن محل جمره عقبه اشاره شده که نزدیک ترین جمره به مکه است رنگ جمره میدونید که چیه دیگه پرتاب کردن همون سنگ به سمت نماد شیطان هر چند شبیه به فاجعه مناست و در پی اون من ایرانیان از حج که اخیرا اتفاق افتاد که بهش اشاره کردم پس از خرابی مسجد براسا مردم عراق نیز سه سال از بجا آوردن حج محروم میشوند. مسجد براسا هم احتمالا بدونید دیگه یکی از مساجد مقدس ما شیعیانه که تو شهر بغداده و بین کازمین و بغداد یعنی تو مسیر قدیمی کازمین بغداده پس این اتفاق هم توی روایات اومده آری عربستان بازیچه دست غرب شده و سیاست پلید آنها را به اجرا گذارده است همین استحاله فرهنگی و اعتقادی که الان در عربستان داره رخ میده شاهدی بر همین ماجراست که اینها بازیچه غرب شدند لذا در حدیثی از امام صادق سلام الله علیه به وابستگی عربستان به غرب اشاره شده آنجا که فرمود آتشی در میان اهل خاور زمین برمیخیزد که آنها را به سوی مغرب زمین سوق میدهد شب را هر کجا باشند در کنار آنها سپری می کنند و روز را هر کجا استراحت کنند در کنار آنها سپری می کنند. آنچه از آنها ساقط شود و به جای ماند آنها را سود می رساند و اینها را چون شطور لنگ می راند. اگه منظور از آتیش آتیش نفت باشه ممکنه معنی حدیث اینطوری بشه که کشف نفت اونها را به سمت غرب سوق میده در دامن غرب سقوط کنند هر روز بر میزان وابستگی اونها به غرب افزوده میشه سود اصلی رو کشورهای غربی میبرن تهمونده های اون نصیب شرقی ها خواهد شد اشاره به شطور لنگان هم نوعی تشبیه به سیاست استعماره که کشورهای مستعمره خودشون رو نه اونچنان به تمدن نزدیک میکنن که در خودشون احساس شخصیت و استقلال کنن نه اونچنان از تمدن محروم میکنن که در روند استعماری استعمارگران مفید واقع نشند در نزدیکی ظهور پس از قتل عبدالله آخرین پادشاه حجاز بر سر جانشینی او اختلافات فراوانی ایجاد شده و تا ظهور حضرت ادامه می‌یابد لذا بیشترین ظلم به مردم از طرف حاکمانی خواهد بود که حکومت آنها مجال چندانی نخواهد داشت امام صادق سلام الله علیه فرمود فتنه را آرزو کنید زیرا فتنه موجب هلاکت ستمگران و پاکی زمین از فاسقان است رسول خدا صلی الله علیه و در تبیین ویرانی های ناشی از فتنه و درگیری ها فرمود سرزمین ترک به وسیله سائقه ها ویران می شود در روایاتی که رسول اکرم صلی الله علیه و از سائقه های آخر زمان بحث کرده از آتش پاره ها هم گفتگو کرده که در چنگال های شیاطین جای گرفته و به سوی مردمان پرتاب می شود این تعبیرات این شکلی با موشک و بمب های ویرانگری که در چنگال جنگنده ها قرار گرفته و توسط خلبان های مزدور از سوی شیاطین حاکم بر جهان بر سر ملت های مظلوم پرتاب میشه کاملا منطبقه علاوه بر تغییراتی که در زندگی فردی و اجتماعی در آستان ظهور نمایان میشه جهان و طبیعت اون هم دستخوش تغییراتی همچون زلزله های فراوون و بلایای شدید میشه و اینها میتونه آزمایش و امتحانی برای تمیز و پاکسازی و جداسازی و به نوعی غربالگری بندگان صالح باشه اما با ظهور امام زمان سلام الله علیه جهان یه وضع دیگه ای پیدا میکنه که در یک کلام اگر بخوام بگم دنیا گلستان خواهد شد انشالله که این رو در انتهای کتاب مفصل بهش اشاره کردم نشانه های عمومی آخر زمان با 24 بارون پایان پیدا میکنه که یکی از اونها ده روز طول میکشه و در جای دیگه اومده که در سال قیام 24 بار بارون میباره و اثرات و برکات اون دیده میشه بنابراین دوره آخر الزمان زمان که حد فاصل غیبت تا ظهور امام مهدی رو در بر میگیره باید به انتظار بود اما این انتظار شرایطی داره که داخل کتاب اینها رو مطرح کردم دوستانی که تا به حال کتاب امام زمان ما رو از ما نگرفتن میتونن عضو کانال تلگرام ما بشن که لینکش زیر همین ویدیو هست در قالب نظر فرهنگی و با شرایطی که توی کانال توضیح دادیم این کتاب رو به صورت رایگان به مخاطبین عزیزمون که عضو کانال تلگرام و یا ایتای ما هستن تقدیم میکنیم لینک شبکه های اجتماعی ما هم از تلگرام، اینستاگرام و ایتا، ویراستی، توییتر، و سایر پلتفرم زیر همین ویدیو هست رو هر کدوم کلیک بکنید راحت میتونید عضو بشید خیلی ممنون که تا این تا این برنامه هم همراه من بودین یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون